سلام سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران، شمال، جنوب، شرق، غرب، مناطق مرکزی ایران و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. فروپاشی اقتصادی در جمهوری اسلامی در ایران. ایران کشوری ثروتمند که با بحران رو به گسترش اقتصادی سال هاست روبرو شده و همچنان این بحران بر سفره بی چیز و کم چیز مردم ایران اثر گذار است. آن سوتر پیام شاهزاده رضا پهلوی چه پیامدهایی داشته است؟ واکنش های مختلفی در برابر این پیام، مخالفان و موافقان چه میگویند؟ و کنفرانس پکن فردا در آمریکا تشکیل خواهد شد، کنفرانسی بین المللی درباره حقوق بشر. توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران چه جایگاهی در این کنفرانس خواهد داشت؟ و مناظره میان دو نامزد ریاست جمهوری در آمریکا، پرزیدنت ترامپ و جو بایدن از حزب دموکرات آمریکا. در بخش نخست برنامه با من و شما هستند آقای اکبر کریمیان، فعال سیاسی در لندن، و در هلند خانم میترا جشنی، فعال سیاسی در هلند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. این خبر تأسف انگیز رو هم من برای شما دارم که آقای عباس جوانمرد از پایه‌گذاران تئاتر در ایران در تورنتو درگذشت. به خانواده گرامی ایشون سرکار خانم نصرت پرتوی، بازیگر سرشناس تئاتر و از سینما، تسلیت میگم، و همینطور به اهل تئاتر در سراسر ایران، اونها که دل سوخه و دل سوز تئاتر ایران بوده و هستند و با مصیبت ها و مشکلات بسیار همچنان به کار خودشون ادامه میدن. تسلیتی برای همگان اهل هنر. سلام به شما خانم میترا جشنی. درود جناب طالنگی و همینطور وقت بخیر میگم خدمت بینندگان برنامه‌تون و مهمان گرامیتون. و آقای اکبر کریمیان با سلام و خوش آمد به شما. خیلی ممنون، درود بر شما و بینندگان عزیزتون و مهمان محترمتون. خانم جشنی، پیام شاهزاده رضا پهلوی همچنان مورد بحث است و واکنش‌های مخالف و موافق بسیار داشته. این پیام یا از نظر شما واقعا نکات جالب یا تازه‌ای نسبت به آنچه که تا به حال ایشون مطرح کردن یا کسان دیگری در ارتباط با اوضاع ایران، آیا نکات تازه‌ای داشته؟ اگر داشته از نظر شما میشنویم به طور مختصر. بله، در مورد پیام پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی در پی این اتفاقاتی که در چند هفته اخیر در ایران افتاد، اول از همه من بگذارید تسلیت بگم به خانواده امیر حسین مرادی و همینطور مادر ایشون و خودشون که پدرشون در برابر حکم ناعادلانه اعدام و بلا تکلیفی که ایشون داشتن اقدام به خودکشی کردن و متاسفانه جانشون رو از دست دادن. قطعا خون ایشون و خون آزادی خواهان ایشون برگردن جمهوری اسلامی هست و روزی باید تاوان این خونها رو پس بدن در دادگاه‌های عادلانه. در پی این حوادثی که در چند هفته اخیر بلخص موج اعدام‌هایی که اتفاق افتاد، من فکر می‌کنم پیام شاهزاده رضا پهلوی رو در شرایط نوین باید سنجید. البته ایشون از همون ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، یعنی از 4 دهه قبل تا به حال، همیشه مواضع ثابتی داشتن و در حقیقت با تغییراتی که اتفاق افتاد و موج‌هایی که در ایران، همون واژه‌ای که خودشون به کار بردن در این پیمان جدید، خندق‌های نظام،
هیچگاه بالا پایین نشدن و همیشه یک عملکرد و رویکرد ثابت رو نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان دشمن متخاصم و اشغالگر ایران به کار بردن. پیام ایشون مسلما با توجه به اینکه ماهیت جمهوری اسلامی تغییری نکرده، پس مسلما تاکید بر یک سری باورهایی هستش که امروز ایشون از اونها به عنوان امید هم یاد میکنن. چیز جدیدی که در این پیام من فکر میکنم وجود داشته که تاکید بر مسئله رفاه بود، نشون دادن خط و مشی آینده ایران، تاکید بر واژه آلترناتیو بود که به صورت مشخص این رو مشخص کردن که مردم ایران آلترناتیو هستند و رأی مردم ایران و خود مردم ایران این آلترناتیو رو میتونن نقشش رو بازی بکنن. و مسئله دوم پیام مستقیمی بود که به عمرای ارتش و بدنه سپاه دادن. فکر میکنم شاید برای نخستین بار بود بدنه سپاه رو مخاطب قرار دادن و اونها رو از فرماندهان غارتگر و فرصت طلب جدا کردن و به اونها گفتن که به چشمهای فرزندانتون نگاه بکنید و ببینید آیا این آینده‌ای هست که شما دارید برای اونها رقم میزنید. و خب تاکید بر تلاشی که میتونن تمام احزاب ایرانی، گروه‌های مخالف و افراد مخالف برای براندازی جمهوری اسلامی داشته باشن، در حقیقت دراز کردن و خواستن یاری از طرف تمام این افراد و گروه‌ها و به نوعی پیمانی اونها با یکدیگر و با شاهزاده رضا پهلوی. من برای اون دسته از بینندگانی که احتمالاً آشنا نیستن با مفهوم و معنای آلترناتیو، نزدیکترین جایگزینه، نیروی جایگزین، به هر حال مدت ها سر عرصه سیاسی ایران استفاده میشه این کلمه آلترناتیو که گفته میشه اون جایگزین هست، یا به هر حال نیرویی که قرار جایگزین نیروی دیگه بشه، یا هر چیز در هر عرصه دیگه. آقای کریمیان، شما به عنوان یک فعال سیاسی جمهوری خواه در این پیام آیا نکات مثبتی دیدید و نگاه شما رو به این پیام که هواداران شاهزاده رضا پهلوی معتقد هستند که این پیام فراخوانی هم هست برای همبستگی؟ خیلی ممنون. من هم به مانند مهمان عزیزتون نسبت به این جنایت ها و شفقت هایی که بر ملت ایران روا شده، من هم ابراز تأسف میکنم. مسئله کرونا و فقر و فسادهای مختلف، اعدام ها واقعا جای تأسف داره و امیدوارم که مردم بتونن در یک خیزش ملی بتونن این نظام رو سرنگون کنند و از این مصیبت رهاشن. بله، مسئله این پیام اینشون، خب بنده معتقد هستم که مسئله تازه‌ای نبوده، چیزهای تازه‌ای رو عنوان نکردند، اما این بدین معنی نیست که مطالب مهمی رو بیان نکردند. در این حال یک پیام نوعی هم در درونش بود که تعهد ایشون بود نسبت به این جایگزینی و همسازی و همراهی با دموکراسی خواهان، و این به نظر من نکته بسیار مثبتی بود که باید روش دست گذاشت و پیش برد. اما نکته که باید من اضافه بکنم بحث این آلترناتیو یا بدیل سازی، این خب خیلی وقت است که پیش اومده و دارن راجبش صحبت میکنن. نکته اصلی که اینجا به نظر من در این پیام در قسمت اولش هست که خیلی مهم هست و جای من فکر میکنم شادی هست برای تمام کسانی که برای ائتلاف ملی دارن تلاش میکنن تا یک پیوند ملی برقرار بشه، اون تعهد دموکراسی خواهان هست. اینکه دعوت بکنن از تمامی دموکراسی خواهان گرد هم بیان تا بتونن در یک مناسبتی، در یک هماهنگی بتونن در مقابل نظام جمهوری اسلامی بایستن، این نکته ای بود که وجود داشت. و نکات بسیار دیگری هست که تایید کردن که نیروی سیاسی خاصی نیست که بتونه به تنهایی جمهوری اسلامی رو از پا بندازه و سرنگون کنه. این همون بحثی بود که در جلسات قبل بنده و جناب نووی با در برنامه شما داشتیم و صحبت هم کردیم، که بحث اصلی این هستش که چطور ما میتونیم به این ائتلاف ملی برسیم، به این فضای دموکراتیک برسیم، یا به قول این جامعه شناسان غربی به یک ملتینگ پات برسیم، به یک پاتی که مردم بتونن یا نیروها بتونن در اونجا شکل بگیرن، خودشون رو آماده بکنن در مقابل روندها و جریانهای مخالفی در مقابل جمهوری اسلامی بایستن تا این نظام رو سرنگون کنن.
اگر میخواید من اینو باز بکنم یا میخواید که بحث بیشتر رو اجازه بدین در ادامه حتما به این نکات خواهیم رسید. اشاره کردم به آقای نبوی، آقای سهراب نبوی هست که گفتگویی بود در یک از شماره با آقای کریمی. خانم جشنی، این نظر هم مطرح شده که پیام شاهزاده رضا پهلوی در این حال اینکه ایشون داعیه رهبری ندارن، اما به هر حال انجام کارهایی رو توصیه کردن و خودداری از انجام کارهایی، اینها خودش نوعی رهبری هست. وقتی سفارش میشه که این کارها رو انجام بدید، این کارها رو انجام ندید، این رو خیلی به رهبری تعبیر میکنن. آیا این اقدام از نظر شما هم رهبری تلقی میشه یا خیر یه توصیه است بدون هیچ مسئولیتی؟ من فکر میکنم ما از هر دریچه‌ای که به عملکرد شاهزاده رضا پهلوی در این سالها بگذاریم و حتی در همین پیمان اگر نگاه بکنیم، چه در قالب یک شهروند مسئول و چه در قالب فردی که 40 ساله به عنوان یک شهروند و به عنوان تنها وارث دو پادشاه فقید ایران که خدمات بسیاری رو برای ایران انجام دادن با جمهوری اسلامی داره مقابله میکنه، قطعا میتونه که توصیه هایی رو به مردم ایران برای برون رفت از این بحران و طی کردن مرحله‌ای که اونها رو به گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی نزدیک بکنه داشته باشن. تا رهبری رو در چه بدونی؟ من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی نقشی که بیشتر در این پیمان از نظر برای خودش مشخص کرده، نقش یک پرچم هست و یک نشانه و یک سمبولی که بتونه این راه رو باز بکنه، نه نقش یک شخصی که بخواد رهبری تمام موجهای سیاسی رو به عهده بگیره. به هر حال ما نمیتونیم منکر این بشیم که شاهزاده رضا پهلوی یک سر و گردن نسبت به افراد دیگه‌ای که در اپوزیسیون هستن و گروه‌های دیگه بالاتر هستن، به این خاطر که به هر حال تنها نامی بوده که در طول این چند سال ایشون رو صدا زدن. حتی در این 3-4 سال اخیر شما می‌بینید دیگه نامی از رهبران جنبش سبز نیست، حتی کسی اونها رو صدا نمی‌کنه. در اول بس بر سر این نیست خانم جشنی، اجازه بفرمایید. بس خیلی ساده از رهبری یعنی اینکه به کسی گفتن این کارو بکن به جمعی و این کارو نکن، یکی این. آیا در این مرحله این رو میشه به عنوان رهبری و این توصیه که میشه در از جایگاه رهبری هست یا این که فقط توصیه است همونطور که شما گفتید؟ من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی در حقیقت راه و منشوری رو مشخص کردن، نه به عنوان رهبر میدانی، به عنوان یک شخصیت ملی برای گذار از جمهوری اسلامی. ایشون به نقش رهبران میدانی و رهبرانی که از دل خود جامعه بر اومدن و بخشی از اونها در زندان هستن خیلی پررنگ اشاره کردن. پس بنابراین ایشون نقش رهبر میدانی رو برای خودشون قائل نیستن، اما به عنوان یک شخصیت ملی و به عنوان یک شخصیت فراجناهی قطعا توصیه هایی رو انجام دادن که یکی از اونها همین اعتصابات و پیوند زدن اعتراضات به اعتصابات بوده که من فکر میکنم تنها از شخصی میتونه بر بیاد که در داخل ایران پایگاه مردمی داشته باشه و به صدای اون مردم گوش بده. و نگاه شما آقای کریمیان در همین زمینه؟ خیلی ممنون. اولی که من فکر نمی کنم که ما اینجا یه سانتیمتری دست گرفتیم متر بزنیم که کی قد و بالاش بلندتره یا کوتاهتره. بهتره که بحث رو متمرکز بکنیم روی مطلبی که گفته شده. تفاوتی که این پیام داره جناب چالنگی با پیام‌های قبلی در این هستش که ایجاد تعهد میکنه، ایجاد پیمان میکنه و میگه که من پیمان میبندم، دست یاری دراز میکنم به تمام نیروهای دموکراسی ها. یعنی از این واژه پند دادن و اندرز دادن پا رو فراتر گذاشته، داره میاد به میدان و داره میگه که من حاضرم به دست یاری بدم و این کار رو ادامه بدم. این نکته که هستش که بسیار مهمه و من فکر میکنم طرفداران سامانه پادشاهی به این نکته باید بسیار توجه داشته باشن. بعد نکته بعدی این کلمه بخشی از زندانیان سیاسی که این مهمان عزیز فرمودن
در صحبت ایشون این بخشی نبود. من خیلی برام مهم بود که وقتی که ایشون داره تکیه میکنه بر روی این که رهبران میانی، کسانی که در میدان ها هستند، و نکته اصلی که ایشون عنوان میکنه کسانی که در زندان های سیاسی هست، حالا اونایی که به عنوان جرم سیاسی دارن یا اعتقادی دارن یا هر چیز دیگه، که اینها رو به عنوان میگه کسانی که پشت میله های زندان هستن تنها نگذاریم. اینها نکات بسیار مهمی هستش که من فکر میکنم این در واقع پیمانی که ایشون میخواد ببنده با تمام دموکراسی خواهان و از این دیدگاه وارد بشه، این وظیفه رو الان ایجاب میکنه که ایشون به عنوان یک رهبر سیاسی که رهبر سیاسی هستند، سامانه پادشاهی، حالا از اون قسمت سلطنت طلب یا مشروط خواه، تمام اینها ایشون رو به عنوان وزنه سیاسی، به عنوان رهبر سیاسی خودشون قبول دارن، وارد میدان شدن و دارن یک چارتی رو، نقشه راهی رو پیاده میکنن و میگن این هست که ما باید از خود بزرگ بینی دست برداریم، ما باید در یک چارچوب ملی و منافع ملی گام برداریم. خب وقتی که ایشون اینو داره میگه، قطعا من به عنوان یک فعال سیاسی، یک جمهوری خواه، یک کسی که طرفدار دموکراسی و آزادی هست، این سوال برمیاد از من که بپرسم که آیا هواداران و کسانی که به ایشون به اصطلاح باورمند هستند، آیا این پیامو گرفتند که باید از کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی که در پشت میله‌های زندان هستند پشتیبانی کنند؟ آیا به این نتیجه رسیدند که ما به عنوان دموکراسی خواهان باید گرد هم بیاییم و شعارهای جاوید شاه، ایران فقط رضا شاه رو عنوان نکنیم؟ اینا نکاتی هستش جناب چالنگی وقتی که پا به مرحله عمل میذاریم در میدان عمل خودشو نشون میده، و این هست که این کلید یا این ظرفی که قرار تمام دموکراسی خواهان دور هم دیگه جمع بشن و بتونن در مقابل این نظام دیو صفت قد علم کنن و این رو ساقط کنن، اینجا مطرح میشه که این رهبری کجاست. البته خود ایشون و همینطور خانم جشن هم اشاره کردن که ایشون دایره رهبری به معنای ندارن. پاسخ این پرسش ها با شماست و تأکید ایشون که کسی از کسی دیگه یک سر و گردن بالاتر نیست از فرمایشات آقای کریمیان. پاسخ پرسش های ایشون با خانم میترا جشنی، بفرمایید. من فکر میکنم که دو تا نکته در صحبت های مهمان گرامیتون، من فکر میکنم سوء برداشت ایشون بوده، چون من خیلی واضح صحبت هم رو کردم. مسئله اول، من گفتم که بخشی از این رهبران میدانی در زندان ها هستن، نگفتم بخشی از زندانیان سیاسی در زندان. این کاملا دو تا نکته متفاوت هست. بخشی از رهبران میدانی قطعا در زندان ها هستن، مثل آقای منوچهر بختیاری، مثل خانم سهیلا حجاب و تعداد بسیار دیگه که شاید الان من حضور ذهن نداشته باشم. خیلی از شهروندانی که در این مدت علم مخالفت با جمهوری اسلامی رو خیلی قاطع بلند کردن، مثل آقای خردگرا که در همین برنامه های شما هم حضور داشتن بدون هیچ گونه ادعایی به عنوان یه شهروند، و بخشی هم در خارج از زندان ها هستن، مثل خانم فاطمه سپهری. ما نمیتونیم مثلا منکر نقش ایشون به عنوان یک کسی که الان داره جریان های مخالف جمهوری اسلامی رو با صدای بلند فریاد میزنه در داخل ایران بشیم، و خیلی های دیگه. بنابراین این صحبت من متفاوت هست با چیزی که ایشون دارن میگن. مسئله دومی هم که من دیدم در بخش اول صحبت‌هاشون در سری قبل گفتن، اینکه شاهزاده رضا پهلوی جایگزین کردن دموکراسی خواهان رو. من تا جایی که یادم میاد و همیشه همینطور بوده، شاهزاده رضا پهلوی همواره از دموکراسی و سکولاریسم حمایت کردن، همواره شاهزاده رضا پهلوی نوع حکومت رو به آینده و در مرحله دوم واگذار کردن، و همیشه تاکید بر این داشتن که در ابتدا اولین چیزی که در اولویت هست براندازی جمهوری اسلامی هست، و همیشه ایشون از تمام زندانیای سیاسی حمایت کردن. اتفاقا شاید یک بخشی که من فکر میکنم حضور شاهزاده رضا پهلوی واقعا یک غنیمتی هست و یک فرصتی هست الان حتی برای مخالفین ایشون و برای کسانی که به نوعی در جنایت 57 شریک بودن. الان شاهزاده رضا پهلوی دست یاری دراز کرده به تمام این افراد و گفته یک بار به خاطر ایران در کنار هم جمع بشیم. نسل من، نسلی که از جمهوری اسلامی بسیار آسیب خورد، نسلی که پونس در پیشونیش فرو رفت، نسلی که زنانش با تیغ مورد هجوم قرار گرفتن،
ما نسلی هستیم که بسیار از جمهوری اسلامی آسیب دیدیم و نسل قطعا خشمگینی هستیم. نسلی هستیم که چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران بسیار تاوان پس دادیم. الان شاید بهترین فرصت هست حتی برای کسانی که دستشون به نوعی در این انقلاب آلوده بوده یا طرفدار جناح اصلاح طلب بودن که با این فراخوان شاهزاده و با این پیمان نوین هم پیمان بشن و کمک بکنن که یک بار جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود کنن. خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید چون وقتی پیام‌هایی مثل آزادی داده میشه، اونطور که مبهم بود در انقلابی که شما اشاره کردید، کسانی که این انقلاب رو به پا کردن که البته فقط تظاهر کنندگان و معترضین نبودن، بسیاری از دولت مردان و مسئولان نظام پیشین هم سهیم بودن در این انقلاب به خاطر انجام ندادن وظایفی که داشتن در مراحل مختلف، بحث دیگری است البته. ولی یک شعار مبهم وجود داشت، آزادی. فدایان اسلام برداشت خودش رو از آزادی داشت؟ آزادی برای این میخواست که احکام اسلامی رو اجرا کنه؟ چریک فدایی یک مفهوم دیگه ای داشت، هر کسی یک مفهوم دیگه ای داشت. الان هم وقتی شعار آزادی داده میشه، شما به عنوان یک هوادار شاهزاده رضا پهلوی یا نظام پادشاهی مشروطه یا هر عقیده ای که دارید، چه مفهومی از آزادی دارید؟ آیا در این آزادی که شما معتقد هستید گروه های کمونیست، چپ و دیگران، مجاهدین، کسانی که باشون مخالفید احتمالاً جایگاهی دارن، یا این که فقط آزادی یک مفهوم ذهنی ایدئال شخصی است؟ اتفاقاً آقای چارلی نکته خیلی خوبی اشاره کردید، به این خاطر که چون من رو مثال زدید بذارید من از خودم بگم. اولین چیزی که باعث شد من جوان ایرانی که در دوران پهلوی چشم نگشوده بودم و اون تاریخ رو ندیده بودم طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بشم، نه به عنوان حالا فرزند شاهنشاه فقید، به عنوان یک فردی که من فکر میکنم در این شرایط دقیقا همون چیزی که گفتم رهبری این جامعه ای رو که متکثر هست از گروه های مختلف و از باورهای مختلف و ایدئولوژی های مختلف بر عهده بگیره. قطعا در ایران فردا من هم مثل یک شهروند دیگه، حالا اگر چپ باشم، اگر طرفدار مشروطه باشم، اگر نمیدونم جمهوری خواه باشم، حتی فدرال باشم، یک رأی دارم و مسلماً ما نیاز به یک شخصیت فراجناحی داریم که بتونه این افراد رو و این گروه‌های مختلف رو در این شرایط هم پیمان کنه و به اونها این گارانتی و این ضمانت رو بده که در فردای آزاد ایران همه ما حق رأی. آقای کریمیان، در همین زمین صحبتایی که کردم و مفهوم آزادی در ذهن شما، یعنی به عنوان یک جمهوری خواه چه هست؟ آیا در اونجا دشمنانی وجود ندارن که آزادی مورد نظر شما اونا رو حذف کنه؟ بله قربان، دقیقا درست فرمودید. مسئله اصلی در 57 که مسئله جانبی شد که پیش اومد، همین مسئله آزادی و دموکراسی بود، حق حاکمیت مردم بود. و متاسفانه ادعی هستن که این شرایط رو در 57 جور دیگه تعبیر میکنن. من هم خب مقدار از این مهمان شما مسنتر هستم، البته در انقلاب 57 نقشی نداشتم، ولی اینو میتونم به تمام بینندگان شما عرض بکنم که بیشترین کشته ها و کسانی که قربانی شدن در جمهوری اسلامی در دهه 60 همون هایی بودن که در خیابان فریاد زدن خمینی رو. و این نشون دهنده این هست که آزادی که مردم در ذهنشون داشتن با آزادی که آقای خمینی وعیدش چیز میکرد، وعده میداد، یکی نبود. اما اجازه بدید که این آزادی که ما داریم مطرح میکنیم برگردیم اینو روشن کنیم، یعنی اینکه احزاب سیاسی باید آزاد باشن، سندیکاهای کارگری باید آزاد باشن، مردم بتونن تشکیلات NGO های مختلف خودش تشکیل بدن برای دفاع از دموکراسی و دفاع از حق حاکمیت خودشون. اینا نکاتی هستش که در آزادی هست. قصدم این نیست که بیام رساله آقای جان استوارت میل رو اینجا توضیح بدم که منظورشون از آزادی چی بود، ولی نکته اصلی در این هستش که مردم باید حق حاکمیت داشته باشن و این حق حاکمیت در چارچوب اصول و حقوق بشر و الحاقیات آن باید تعریف بشه. اما برگردم به اون نکته‌ای که الان تمام من فکر می‌کنم این نکته بسیار مهم هستش که ما از این صحبت‌ها و این رهبر سیاسی، حداقل این چیزی هستش که مهمان شما باید بپذیره که آقای
رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، جناب پهلوی، هر کی با هر صفتی که ایشونو میخواد نام ببره، ایشون رهبر سیاسی یک جناح مشخص سیاسی هستن، سامانه پادشاهی، که سامانه پادشاهی ایشون رو قبول دارن به عنوان کسی که میتونه پادشاه باشه در ایران، میتونه سرسلسله مشروطه جدیدی در ایران تأسیس کنه. مطلبی و پیامی در این پیمان نوین بود که من خیلی مشتاق هستم که این روشن‌تر بشه، بازتر بشه. اون هم این هستش که بر حاکمیت ملت تاکید میکنه، حاکمیت مردم تاکید میکنه. این هستش که این مردم هستن که باید نظام آیندهشون رو انتخاب بکنن. موضوعی که اینجا پیش اومد جناب چالنگی که من فکر میکنم نباید اجازه بدیم گم بشه، این هستش که شاهزاده رضا پهلوی در این پیامی که دادن 15 دقیقه و خورده‌ای، نکته اساسیشون این هست که ایشون دست یاری دراز میکنن با تمام دموکراسی خواهان. خب الان سال اینجا پیش میاد که شرایط ایجاد یک همچین همبستگی ملی چه هست؟ آیا من به عنوان یک جمهوری خواه باید بیام فریاد بزنم که من جمهوری میخوام و بعد از این سقوط جمهوری اسلامی باید جمهوری بشه؟ آیا من به عنوان یک فدرالیست باید الان بکوبم روی میز بگم اول باید تضمین کنید که فدرالیست در ایران پیاده بشه بعد من بیام در با شما همکاری بکنم؟ آیا من به عنوان یک هوادار سامانه پادشاهی باید بیاد داد بزنم بگم که من اول پادشاه میخوام بعد؟ این نکته‌ای که مطرح هست در همینه که من تأکیدم اینه که این پیام رو ما باید بدونیم و روش تأکید بکنیم که در واقع تأکید کننده این پیمان هست که ایشون به عنوان یک رهبر سیاسی این پیشنهاد رو دارن میدن. من به عنوان یک جمهوری میپذیرم. آیا کسانی که به عنوان سامانه پادشاهی طرفدار سامانه پادشاهی هستن این پیام رو اینطور میپذیرن؟ اجازه بفهمید. بله، نکته ایست، نکته قابل تأملی هست. ببینید، اتحاد به خودی خود، من اینو بارها و بارها و بارها در تفسیر خبر مطرح کردم، به خودی خود راهگشایی هیچ چیزی نیست، چون فقط اتحادی به وجود اومد. چرا راهگشا نیست؟ به خاطر اینکه بزرگترین اتحاد سیاسی در قرن بیستم در ایران به وجود اومد، یعنی از فدایان و چریکای فدایی و حزب توده و جبهه ملی و مجاهد و روزنامه‌نگار و شاعر و همه به قول خمینی با هم متحد شدن. بزرگترین اتحاد بود. نتیجه این اتحاد فاجعه شد. اتحاد هم همونطور که شما اشاره کردید غیر مستقیم قواعد و مشخصات خودشو داره. همونطور که مثلا گلیست ها با مثلا سوسیالیست ها متحد شدن علیه به اصطلاح راست های افراطی در فرانسه در انتخابات. حرف ایشون این هست که قواعد این اتحاد چه هست؟ خانم جشنی صحبت اتحاد به طور کلی کردن، جزئیاتش چه هست و آدرس این که به هم بپیوندند کجا هست؟ خانم جشن خواهش میکنم. اول از همه من یه موردی رو که ایشون اشاره کردن، تأکیدی که البته نه فقط ایشون، خیلی از کسانی که مثل مهمان محترم شما فکر میکنن، تلاش دارن که این رو تأکید بکنن که شاهزاده رضا پهلوی رهبر سیاسی سلطنت طلبها یا مشروطه خواها یا پادشاهی خواهان هستش. خیلی اینطوری نیست. شاهزاده رضا پهلوی در بین جوانانی که جمهوری خواه هستن طرفداران بسیاری دارن و یکی از دلایلی که ایشون محبوب هستن در بین جوانان ایران در امروز روز، جوانانی که نسل تازه ایران هستن، نسل پس از انقلاب ایران هستن، همین تاکید ایشون هست بر جمهوریت و واگذاری مسئله جمهوری و پادشاهی مشروطه به بعد از براندازی جمهوری اسلامی. و اینکه به چه شکلی من باید فریاد بزنم یا نزنم، خیلی مردم ایران بسیار از ما جلوتر هستند، بسیار از ما آگاهتر هستند مردم داخل، و همین الان هم دارن تلاششون رو میکنن و قطعا برگزاری یک رفراندوم آزاد پس از عبور جمهوری اسلامی کار مشکلی برای مردم نخواهد بود. مسئله دوم در مورد این که این اتحاد به چه شیوه هستش، باز هم من فکر میکنم که افرادی که به هر حال در جناح‌های مختلف سیاسی و در اپوزیسیون هستن، حتی داخل ایران نه فقط خارج از کشور، بارها و بارها جلساتی رو با هم به صورت آنلاین گذاشتن و یا گاهن در خارج از کشور به صورت حضوری داشتن، با هم گفتگو کردن، بر سر یک میز نشستن و مسلماً راجع به مسائلی که مربوط به ایران میشه به توافق رسیدن یا حالا نرسیدن.
اتحاد در حقیقت این دست یاری دراز کردن شاهزاده رضا پهلوی به سمت گروه‌های مخالف دقیقاً تأکید بر همین بوده که ما بیشمار هستیم، ما رنگارنگ هستیم و الان فرصت این هستش که ما کنار هم بر سر یک موضع مشخص و اون رفتن جمهوری اسلامی بیستیم و صدامون رو به گوش جهانیان برسونیم. این یه اتحاد این خاص بارها و بارها تا این 41 ساله از طرف بسیاری رهبران گروه ها، سازمان ها، تشکل های مختلف سیاسی حرف جدیدی نیست، یعنی که با هم متحد بشیم بر اساس خیلی موضوعات مطرح شده. بحث سوال ایشون اینه، حرف ایشون اینه، الان وقتی که ما میگیم متحد بشیم بعد از 41 سال، این اساس اتحاد، آدرس این اتحاد کجاست؟ کجا باید دست هم رو بشوریم؟ یعنی شاهزاده رضا پهلوی وقتی که میگن دست به سوی شما دراز میکنم، مثلا ایشون جمهوری خواه اگر بخواد یه همچی کاری بکنه این دست رو بفشاره، آدرس این چه هست؟ چه راحل های عملی برای این تشکل آینده وجود داره؟ چه چیزایی شاهزاده رضا پهلوی دو تا مسئله رو خیلی مشخص در همین پیمان نوین ذکر کردن که نقشه راه هست. یکی این که من این جمله ایشون رو میخونم، پیمان نوین عهدیست بین همه مردم در سایه عمل، یعنی این اولین مسئله، مسئله داخل ایران هست. مسئله دوم نقشه راه هست برای اعتصابات و اعتراضات. مسئله سومی که مشخص کرده در این پیمان نامه تشکیل گروه های محلی هستش برای تجمعات. مسئله چهارم فراخوان دادن به بدنه سپاه و عمرای ارتش هست و حتی مشخص کردن وظیفه ارتش در شرایط در همیشه وظیفه ارتش در حقیقت حفظ و تمامیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور هست. امروز در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادن و از ملت حمایت کردن برابر با حفظ تمامیت ارضی ایران هست. ایشون به راحتی این نکات اتحاد رو مشخص کردن، نقشه راه رو دادن و مسئله اول رو هم بر دوش مردم گذاشتن. گفتم یه چیزی که خیلی مهمه در مورد گروه های اپوزیسیون خارج از کشور این هستش که ما از مردم عقب نشیم، چون مردم از اپوزیسیون عبور خواهند کرد اگر نبینند که ما در کنارشون قرار نگرفتیم. بله، البته حالا منظور شما احتمالاً در خارج از کشور هست. این سخن رو پاسخشو نظر آقای کریمیان رو میشنویم. آیا قانع شدی در مورد آدرسی که شما برای متاسفانه نه، این من فکر میکنم که ما وارد بحث الان بیشتر شعار شدیم. نکته ای که من میخوام بگم از این پیمانی که ایشون معرفی کردن و متنی که قسمت آخر این پیام بود که خانم جشنی مطرح کردن رو کاملا درست گفتن. تا نکته اینجاست، ببینید اینکه چند درصد جمهوری خواهان طرفدار ایشون هستن من نمیدونم که حالا چند نفر هستن و فکرم نمی کنم کسی اینجا بتونه ادعا بکنه که چند درصد هستن یا نیستن، یا برعکس چند درصد از طرفداران سامانه پادشاهی با خود شاهزاده موافق هستن یا نیستن. ببین اینا بحث هاییه که ما نمیتونیم سمیدیم نه مدرک. اجازه بده نکته که دارم اینه که ولی همه بدون استثنا میپذیرن که شاهزاده رضا پهلوی رهبریت سامانه پادشاهی رو حداقل به عهده داره. یعنی اینو، یعنی کسانی که طرفدار سامانه پادشاهی هستن ایشونو به عنوان رهبر سیاسی خودشون قبول دارن. نکته ای که اینجا وجود داره که کسی راجبش نمیتونه زیاد بحث بکنه اینه، حالا ایشون به عنوان رهبر سیاسی این جناب صحبت کرده، به عنوان یک شهروند صحبت کرده، به عنوان یک ایرانی صحبت کرده، میگه من دست تمام نیروهای دموکراسی خواه رو میفشارم. خیلی خب، بنده هم اینجا دارم اعلام میکنم به عنوان یک جمهوری خواه من هم دست ایشون رو میفشارم، خوشحال هستم که در کنار ایشون باشم. نکته ای که من مطرح کردم و به درستی شما برش تاکید کردید اینجاست که آیا سامانه پادشاهی طرفداران ایشون حاضرن به اصول دموکراتیک و آزادی های فردی رعایت بکنن؟ حاضرن در یک ائتلاف ملی شرکت بکنن؟ این ائتلاف ملی نمیتونه شکل بگیره اگر من در 28 مرداد هنوز دارم بوکسوات میکنم. این خیلی اجازه بفرمایید خیلی کوتاه، چون وقتمون کمه، دو بخش دیگه داریم. آقای کریمیان اجازه بفرمایید. خانم جشنی به همین کوتاهی
آیا طرفداران به گفته ایشون سامانه عنوان میکنن، طرفداران پادشاهی مشروطه، آیا حاضرن دست آقای کریمیان یا کسان دیگه رو بفشارن؟ همین الان شما آماده هستین در مسیر آنچه که مطرح شده با آقای کریمیان و گروه افرادی که با ایشون هستن یا کسان دیگه متحد بشین در همین مسیر مورد اشاره خانم جشنی؟ خیلی کوتاه. مسلم هستش ما تا زمانی که با توجه به همون پیامی که شاهزاده دادن، ما تا زمانی که نتونیم در کنار هم یک خواسته رو پافشاری بکنیم و پیگیری بکنیم، مسلما در جزئیات دچار مشکل خواهیم بود. ما بر سر یک مسئله قطعا با هم اتحاد داریم و اون رفتن جمهوری اسلامی هست و باید همه در کنار هم دشمنیمون رو با جمهوری اسلامی نمایش بدیم. خود شما هم خیلی بهتر میدونید، بارها هم در این برنامه شما مطرح شده، اتحاد و ائتلاف بر روی کاغذ نیست، بر عمل هستش. تا زمانی که بنده و یا ایشون بخواییم راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم که چرا طرفداران نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی در فلان میتینگ اومدن گفتن جاوید شاه، بنده بگم چرا چپ ها اومدن عکس گل سرخی رو بلند کردن، اون یکی بگه چرا نمیدونم اومدن نوشتن فقط جمهوری ایرانی، این مشکلات پس شما مشکلی ندارید برای اینکه متحد بشید با جمهوری خواهان یا مثلا با حتی گروه های چپ، یعنی هر کدوم با حفظ اعتقادات خودشون خواستار رفت. اجازه بفرمایید خانم جشنی. یعنی اجازه بفرمایید خانم جشنی، اجازه بفرمایید. ببینید، اگر از خواستن این هست که جمهوری اسلامی برود یکی از اصول، شما آماده هستید بنابراین با تمام گروه هایی که خواستار رفتن جمهوری اسلامی و همه هم صحبت اینو میکنن که بعد از جمهوری اسلامی دموکراسی و حکومت لایق یا همین جدایی دین از حکومت و اینا، شما آماده هستید بنابراین به عنوان یک هوادار پادشاهی مشروطه با همه اینها متحد بشید در جهت این دو خواست، نیست؟ بنده به عنوان یک حامی شاهزاده رضا پهلوی و کسی که به مدیریت ایشون در این بخش کاملا ایمان دارم، قطعا صحبت های ایشون رو تایید میکنم و راه ایشون راه بنده هم هست تا زمانی که اینطوری بر اصول دموکراسی خودشون پافشاری بکنن. بله، و با گروه های دیگه هم حاضرید متحد بشید، این رو من جویا هستم. بله، و شما آقای کریمیان در همین مسیر آماده هستید مسئله ایران برای آینده ایران با کسانی که مخالف شما هستن اما هدفی مشترک دارن و یک مفهوم مشترک دموکراسی هم با هم رسیدید، آماده هستید که متحد بشه؟ خیلی کم. بله، کاملا این مسئله کاملا موافق هستم و این مسئله نیست که بنده منتظر باشم که کسی اینو بگه. نکته اصلی عزیز جان این هست که ما اگر هدف رو فقط بر سرنگونی بذاریم، اتحاد یا ائتلاف ملی صورت نمیگیره. هدف این بدیل یا این آلترناتیو هست که ایشون هم صحبت کردن، همه دارن صحبت میکنن، یعنی رسیدن به بستر یک نظام دموکراتیک که در اون احزاب سیاسی نیروهای مختلف بتونن همدیگر رو تحمل بکنن تا ایران آینده رو بسازن. این لازمش هم قطعا این است که یک مفهوم مشترکی از دموکراسی بدون سپاس بسیار داریم از شما هر دو مهمان گرامی. با سپاس از آقای کریمیان در لندن و خانم میترا جشنی مهمان گرامی دیگر در هلند، با سپاس بسیار از شما. سپاس فراوان. به امید دیدار هر دو مهمان در شماره‌های آینده تفسیر خبر. فردا کنفرانس پکن برگزار خواهد شد، کنفرانسی با عنوان کنفرانس پکن، محور اصلی اون درباره حقوق بشر در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای استبدادی است، کشورهایی که زیر سلطه استبداد هستند. آقای امیر سلطانی پژوهشگر سیاسی و تاریخی تا لحظاتی دیگر با ما خواهند بود و پس از گفتگو با ایشون سخن دیروز من رو که به امروز به اصطلاح محول شد خواهید شنید، درباره انتخابات آمریکا، مناظره دونامزد ریاست جمهوری و ارتباط آن و پیامدهای آن با ایران، آنچه که از صندوق انتخابات آمریکا در 3 نوامبر بیرون خواهد آمد، آیا تغییری در روابط آمریکا و جمهوری اسلامی داده خواهد شد یا خیر، فرقی نخواهد کرد،
حکومت ایران حکومتی تحمل ناپذیر از دیدگاه واشنگتن است. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای امیر سلطانی، پیشتر بارها میهمان ما بودند در تفسیر خبر. سلام و درود به شما در یوتا آقای سلطانی عزیز، خوش آمدید. سلام عرض میکنم جناب چارنگی، متشکر که این افتخار رو به من دوباره دادیم، ممنون. سپاسگزار حضور شما هستیم. آقای سلطانی عزیز، بفرمایید، از شما میشنویم که اشراف کامل دارید به روند کار کنفرانس پکن که به هر حال قرار بوده در نیویورک برگزار بشه، ولی به هر حال با مرکزیت نیویورک از طریق رسانه‌های اینترنتی برگزار میشه. از شما میشنویم که محور این کنفرانس چه هست، سابقه چه هست، به طور کوتاه بفرمایید. با عرض سلام، همونطور که میدونیم 25 سال پیش در پکن کنفرانس، چهارمین کنفرانس زنان، کنفرانس جهانی زنان برقرار شد و فردا 25مین سالگرد این کنفرانسه. یعنی در حقیقت کنفرانسیه که پایه و اساس حقوق زنانه و در حقیقت کاری که این کنفرانس کرده و تمام حرکت و هدفی که پشتشه دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان، برابری حقوق زنان، برابری جنسی و جلوگیری از تبعیض ضد زنان. و آنچه که ما این مدت، من در همکاری با گروهی به اسم پن که کانون نویسندگان آمریکا هستش، تلاش شدیدی داشتیم برای دفاع از حقوق خانم نسرین ستوده، خانم محمدی و بقیه زندانیان سیاسی در ایران. و آنچه که ما و خیلی از فعالان حقوق بشر دور دنیا در حقیقت داریم میکنیم، خانم فروهر، خانم شفیق، خواهران برومند و غیره، اینه که مسئله تبعیض وحشتناکی که نسبت به زنان ایرانی در حقیقت در ایران در حال گسترش هم هست، با سازمان ملل فردا مطرح خواهد شد. و گروهی که من باشون همکاری کردم فردا نامه‌ای به رئیس دبیرکل سازمان ملل خواهند فرستاد با شکایت‌های فراوان از نقض حقوق زنان در ایران. خب در این کاری که شما دارید می‌کنید، چون این اتهام متوجه برخی از نهادهای حقوق بشر یا فعالان حقوق بشر در خارج است، برخی از اونها رو من شاهد بودم که باز در این موضوع خودی و غیر خودی دارن. یعنی مثلا راجع به بانوان ایرانی که همه دارای یک شرایطی هستن در زندان، یا مردان ایرانی انتخاب‌های ویژه‌ای دارن، افراد به خصوصی رو اسم می‌برن. آیا شما چون این ملاحظاتی دارید، یا خیر برای شما تمام زندانیان سیاسی یکسان هستند و حقوق همه اونها مورد توجه شد؟ بدون شک جناب چالنگی، آنچه که مطرح حقوق تمام زندانیان سیاسی، یعنی و تبعیضی در مورد زندانیان سیاسی کسی قائل نیست. ولی آنچه که در ضمن خیلی روشن شده و خیلی دنیا رو این مدت تا حدی تکون داد، اعتصاب غذای خانم ستوده بود. یعنی شما در آمریکا، اروپا و در حقیقت تمام دور دنیا اعتصاب غذای ایشون هم پایش بر این بود که زندانیان سیاسی در ایران در معرض خطر کرونا هستند. و آنچه که برای ما واقعا عجیب و جالبه اینه که چهره ایران در دنیا به صورت خیلی ملموسی داره عوض میشه. یعنی دیدی که خارجیان روی ایران در این در چندین دههی که جمهوری اسلامی بر ایران سلطه داشته دارن، دیدیست از ایرانیان به عنوان تروریست و افرادگرا و غیره. و این دید و زندانیان سیاسی در ایران عوض کردن. یعنی و در ضمن باید بگم که یک ایران جهانی هست الان که آدم واقعا این حدیده رو حس میکنه که در تمام ممالک دنیا ایرانیان آمریکایی، ایرانیان فرانسوی، هلندی و غیره
همه برای دفاع از حقوق بشر در ایران در حال کوشش هستند و این یه حالت کولاک داره به خودش میگه، یعنی نفوذ ما به عنوان یک جامعه بین‌المللی کم نیست. و چیزی که برای من شخصا خیلی جالب بود وقتی که شما اعدام جوان عزیزی نوید افکاری رو ما دیدیم، هدف جمهوری اسلامی، هدف سیستم قضایی جمهوری اسلامی فلج کردن ماست، یعنی اعتماد ملی رو از بین بردن، یعنی از برادر ضد برادر استفاده میکنن و وقتی که کسی رو زندانی میکنن هدفشون نابود کردن نه تنها اون شخصه بلکه نابود کردن فامیله و نابود کردن از ما عشق ملی ماست. و آنچه که من مشاهده میکنم و چیزی که واقعا جالبه اینه که ما واقعا وارد یک عصر جدیدی شدیم از لحاظ تاریخ دنیا و الان چه نوید رو شما بگیرین، چه خانم محمدی رو شما بگیرین، چه خانم ستوده، چه آقای عبدی، هر کدوم این اشخاص شما بگیرین حافظان بین المللی دارن، یعنی خارج از رابطه ایران و آمریکا مشاهده میکنیم که مثلا آقای مندلا، نوه نلسون مندلا، در این کاری که ما با پن کردیم یه نامه خیلی شیرین و ساده‌ای خدمت خانم ستوده و بقیه زندانیان و دقیقاً مردم ایران نوشتن که دقیقاً در این نامه گفتن مردم افریقای جنوبی ما با شما هستیم و امید به آزادی و عدالتی که شما می‌خواید در ایران داشته باشین ما هم در افریقا برای شما داریم و در حقیقت خاطره پدر بزرگ و اسم پدر بزرگش و اون به اصطلاح عظمتی که نلسون مندلا داره رو به ایران داد و این باعث چیزی که خیلی مهمه شده و این آدم از خیلی جهات میبینه اینه که حالا چه خانم ستوده و چه زندانیان دیگر رو نگاه بکنین صحبتی که دربارشون میشه اینه که اینا مندلاهای ایران هستن و این صحبت در تمام طرز تفکر جهانیان رو عوض کرده، یعنی آنچه که دوباره مطرح شده آزادی و عدالته و تا حدی ما رو از این صحبتی که نایک و بعضی گروه های دیگه در آمریکا چیز میکنن که همش روی تضاد و ترس جنگ و این چیزا جلو میرن عوض شده، یعنی دوباره چشم دنیا افتاده روی زندان اوین که در حقیقت کشتارگاه جمهوری اسلامی بوده برای 40 سال و این توجهی که الان داره میشه، یعنی سفیر آلمان در سازمان ملل نطقی که ایشون کردن از طرف 47 مملکت دستگاه قضایی ایران رو محکوم کردن. خود آقای مندلا هم اگر به یاد داشته باشین وقتی که در به اصطلاح تبعیضی که در افریقای جنوبی بود ایشون زندان بودن، آنچه که برای ایشون خیلی مهم بود حمایتی بود که از خارج نسبت به برای آزادی افریقای جنوبی میشد و اینکه الان تبعیض نژادی و تبعیض جنسی در حقیقت در یک بُعد دیده میشه، این خودش یه حرکت بسیار مهم و پرارزش بوده. البته خود آقای مندلا به تهران رفت، نرفت و در اونجا بله آقای مندلا چشم اولا بس در نقض حقوق بشر و با حکومتی نشست و برخاست کرد که خب به هر حال بسیاری انسان‌ها رو کشته بود و در زندان دهه 60 و بقیه اقدامات که فعلا مورد بحث ما نیست. اما این فرمایش شما این هست امیر عزیز که از طریق ارتباط با این سازمان‌ها یا طرح نمونه‌های مانند نمونه خانم ستوده گرامی اعتصاب قضای ایشون، اینها رو در واقع ذره‌بینی هست که شما میذارید برای توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران. این طور هست؟ یعنی اگر نامهایی رو مطرح میکنید یا موارد خاصی رو مطرح میکنید؟ ببینید حرفتون کاملا درسته و اون چیزی که دوستان عزیز من که سالها در حقیقت کوشش دارن میکنن برای دفاع از حقوق بشر، یعنی خانم رویا برومند، دادن برومند، اینه که خیلی وقتا میدونین اشخاص متشخص توجه میره رو اونا ولی هدف خود اون اشخاص و هدف ما در حقیقت باز کردن درهای زندان اوینه. و میدونین خیلی جالب بود جناب چالنگی در این مدتی که ما مشغول کار بودیم، خب اعتصاب قضا چیز خطرناکی و وقتی که به روز 50 داره میرسه واقعا
زمان مدت زمان برای حرکت کم میشه، یعنی در حقیقت هر میدونین هر ثانیه هر نفس کسی عزیزی که آدم داره واقعا مطرحه. ولی ما اگر از مقطع زمان به این مسئله نگاه بکنیم، در حقیقت زندان اوین تبدیل شده به یه چاه زمان که در اون هزاران ایرانی صدها بلکه هزاران سال از زندگیشون داره کاسته میشه و در حقیقت یک فضای منفی است که در اون عزیزان ما گم میشن. و اینکه ما این چرخش زمان رو در حقیقت عوض کنیم و این ساعت کثیف جمهوری اسلامی که زندان اوینه رو خاموش کنیم که ایرانی ها اینطوری توش از بین نرن، خب اهمیت عظیمی داره. سپاس بسیار داریم آقای امیر سلطانی و آرزومند موفقیت شما و همراهان شما در این راه و مسیر هستیم. امیر سلطانی گرامی، ممنون. امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. و ما در دقایقی که هست، آنچه که در مناظره شب گذشته بین جو بایدن و پرزیدنت دونالد ترامپ گذشت، بیشتر تأکید و محوریتش بر مسائل گوناگونی بود که به هیچ کدوم عملا به شکل روشن و کاملی پرداخته نشد. خیلی ها این مناظره رو مناظره‌ای در سطح نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا ندونستن، بیشتر پرخاش بود و در مواردی حتی سخنان ناشایستی گفته شد. از جمله آقای بایدن سخنانی رو گفت که شاید شایسته یک نامزد ریاست جمهوری نبود. جدای از این مسئله که موضوع روز هست در آمریکا، من همونطور که پیشترم گفتم، نتیجه انتخابات در ارتباط با حکومت ایران و ایران چه خواهد بود؟ نکته ای هست قطعا کسانی که اوضاع ایران رو به دقت دنبال میکنن، تفاوت اساسی میان دوره اوباما که معاونت ریاست جمهوری داشت، آقای بایدن، و دونالد ترامپ، میبینن که در همین سه سال و چندین ماه چه تفاوت هایی. همراهی و مماشات کامل در زمان اوباما و رویگردانی و فشارهای روزافزون بر حکومت ایران در دوران دونالد ترامپ. اما یک تغییراتی در همین سه سال انجام شده، رویدادهایی که نتیجه انتخابات آمریکا هرچه باشه تفاوت زیادی در برابر ایران نخواهد داشت حکومتی، از جمله رویدادهای مهم در منطقه خلیج فارس، برقراری روابط اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، نیاز مبرم و روزافزون و روبه گسترش به صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه. این خواسته بسیار روشنی است که دیکته میکنه به کاخ سفید. اوضاع جهانی در و منطقه ای است که دیکته خواهد کرد سیاست های خارجی دولت های مثل دولت آمریکا را. بنابراین حتی آقای بایدن از صندوق انتخابات به احتمال بیرون بیاد، تغییر اساسی در روند سیاست خارجی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی که عامل اصلی نارامی های منطقه شناخته شده و لجاجت اتمی خودشو با قیمت های گزاف همچنان دنبال خواهد کرد، تغییر عمده‌ای پیش نخواهد آمد. جهان کسانی که استفاده های کلان کردند از این حکومت به پایان خط رسیدند و سوددهی حکومت ایران برای اونها در واقع به مراتب کمتر از زیانهایی است که این حکومت برای اونها وارد کرده و میکنه. به پایان برنامه رسیدیم. من مایل هستم به اتفاق همکارانم، امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، این برنامه رو تقدیم کنیم به روان محمد مرادی، پدر امیر حسین مرادی، که فشارهای حکومت او رو وادار به خودکشی کرد، ناچار به خودکشی کرد. روانش شاد باد و روان همه پدران و مادرانی که از غم زندانی بودن و اعدام فرزندانشون از این جهان رفت. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.